كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و خوش آمد میگم به شما در یک دیگر از برنامه های سفر آخرت سفری که مسیر پرپیچ و خمیست که فراز و نشیب فراوانی داره و نیازمند کوله باری از نیکی اعمال صالحه و خلوص نیت در این مسیر به همراه شما در قسمت‌های گذشته به صحرای محشر رسیده بودیم و اتفاقات صحرای محشر و تفاوت وضعیت انسان‌های مختلف در اون روز سخت و سرنوشت ساز در روز قیامت در روز حساب و کتاب در روزی که بیش از 50,000 سال دنیا طول خواهد کشید برای کسانی که کوله باری از گناه را به همراه خودشون میبرند به اون روز و ذکر کردیم که در این روز باز عده دیگری هستند که اون روز برای اونها به سرعت برق و باد خواهد گذشت و اونها در این روز نه تنها سختی و عذابی نخواهند دید بلکه در اون روز اونها در زیر سایه عرش الهی و در سایه الطاف و رحمت‌های الله متعال شاهانه به عنوان میهمان‌های ویژه الله متعال از اونها در این روز پذیرایی خواهد شد در برنامه‌های گذشته جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز کارشناس محترم برنامه درباره گروه‌هایی که مورد رحمت الله تعالی بودند در پرتو آیات و احادیث گهربار رسول صلی الله علیه و سلم اشاره فرمودن و اون گروه ها رو ذکر کردن گروه هایی که در آیات و روایات به اونها اشاره شده در این برنامه هم موضوع دیگری از موضوعات مهم صحرای محشر رو به همراه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری پی خواهیم گرفت جناب مولانا خوش آمدید به برنامه بسید تشکر خدمت شما و همه بینندگان عزیز و گرامی عرض و سلام و ادب دارم جناب مولانا یکی از مواردی که در روز قیامت پیوسته تذکر داده میشه از طرف علما و از طرف بزرگان دینی ما مسئله قصاص هست مسئله که انسان یا حتی غیر انسان ها هم در صحرای محشر از موجودات زنده از جن ها از حیوانات حتی وقتی در اون صحرای محشر همدیگر رو میبینن حق هر صاحب حقی به اون داده خواهد شد کیفیت قصاص گرفتن و تقاص پس دادن در روز قیامت برای کسانی که حقی برگردن اونها چگونه خواهد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين روز قیامت روز اقتصاص مظالم بین الخلق بسیار روز مهم و روز حساس هست قصاص در صحرای محشر آن هنگامی که حاکم الله سبحانه و تعالی هست آن روزی که حقوق مظلومین که بر سر اونها در دنیا ظلم شده و ستم شده و هیچ کس نبوده در دنیا از اونها دفاع بکنه
روزیه که جواب مظلوم شنیده می شود. ارتباط به قصاص بین انسان ها که بحث عمده ما هست، اما چه خوب اشاره داشته باشیم که طوری که شما گفتیم قصاص بین بهائم. الله سبحانه و تعالی در صحرای محشر حیواناتی که در دنیا به هم دیگر ظلم کردن، به طور مثال که در حدیث میاره در دنیا گوسفند بیشاخی بوده، گوسفند شاخدار آمده او را بر شاخ خود زده و کوبیده، و در صحرای محشر گوسفند بیشاخ دنیا شاخدار میشه و او گوسفند شاخدار بیشاخ و او قصاص خور میگیره و او انتقام خور میگیره. همه حیوانات به همین شکل، ولی حیوانات از لحاظ فیزیکی به اصطلاح انتقام خور میگیرن و او قصاص میشن و هر کس، هر حیوانی که بر از او ظلم شده باشه پس او از طرف ظلم خور میگیره و با او همو شتم و ضربه که خورده باشه خلاصه اجرا میکنه. هنگامی که بین حیوانات، بین بهائم قصاص تمام میشه، الله سبحانه و تعالی برای بهائم و حیوانات میگه که شما خاک شوید و اینها خاک میشن، که همو لحظه که کفاری صحنه که مشاهده میکنن میگن و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، میگوین کفار کاش ما هم حیوانی می بودیم که امروز خاک می شدیم، حساب کتاب نمی‌رسیدیم، حساب کتاب نمی رسیدیم، کاش که امروز خاک می شدیم، کاش ما هم امروز خلاصه به این وضعیت روبرو نمی شدیم. اما قصاص انسان ها کاش که اگر بگم مثل قصاص حیوانات می بود، که دور از اینه که چون حکمت پروردگار عالم در همی بوده، قصاص انسان ها خیلی سخته. کاش قصاص فیزیکی می بود، در دنیا کسی را زدیم در آخرت می زدن، زدن تمام می شود. کاش که قتل انسان کرده بود، انسان را قتل می رساندن پس انسان زنده می شود و سرنوشت معلوم می شود. کاش بالاخره هر ظلم و تعدی که یک انسان به انسان دیگه کرده بود در اونجی هم چنین برخورد می شود. نخیر، از انسان ها قصاص اینا فرق میکنه. قصاص انسان ها نظر به حسنات و سیئات قصاص گرفته میشه. چگونه؟ اونجی چنین نیست که کسی در دنیا کشته باشه یک شخص، شخص دیگه بیای او رو بکشه، دزدی کرده مالی رو پس ای بره دزدی بکنه، مثلا تهمت زده ای بیای در مقابل تهمت بزنه، مشتی زده بیا یا مشتی بزنه، نه چنین نیست. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرمایند، رو به صحابه کردن فرمودن اتدرون من المفلس، آیا می دانید کیست مفلس در دنیا؟ قالوا المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. مفلس کسیه یا رسول الله که او درهم و دیناری نداشته باشه، مال و متاعی نداشته باشه، خلاصه این مفلس هست، ثروت و پولی نداره، ثروت و پولی نداشته باشه. رسول معظم اسلام فرمودن ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامه بصلاة و صیام و زکات. مفلس کسیه که در صحرای محشر میایه به همراه نماز و همراه سیام روزه، به همراه زکات، خلاصه به همراه عباداتی که انجام داده، نماز خوانده، واقعا خالصانه و مخلصانه خوانده، روزه خالصانه و مخلصانه گرفته و عبادات خالصانه و مخلصانه انجام داده. خب وقتی که با این نمازهایی که گفته شده که نماز در صحرای محشر چقدر دلیل، برهان، نور، روشنایی، سیام این شکل، زکات، انسان خوشحاله که واقعا نماز دارم، روزه دارم، زکات دارم، در این اثنا که
روز روز قصاصه، شخصی میایه دست ای را میگیره، این کسی که نماز داره و روزه داره، بعد میگه یا رب این انسانیه که در دنیا چکار کرده، قد شتمه هادا، این مرا دشنام داده بود، نسبت به من حرفای زشتی گفته بود، حرفایی که این گفته بود من دارای چنین حرفایی نبودم. و بالاخره اینج قصاص صورت میگیره. چی میگن؟ میگن تو هم دشنام بده؟ نه خیر. یم دشنام بده؟ نه خیر. بسیار قضیه مهمیه. میگن که شما که اینها را دشنام داده بودید، شما که حق اینها را در دنیا پایمال کرده بودید، حق مسلمان به گردن مسلمانی نیست که او انسان دشنام بده، احترام باید داشته باشه. از این نمازها به این شخص داده شد، شخص نماز را گرفته میره تا میخواه کمی راحت بشه، شخص دیگه میایه و قذف هادا، دستیر محکم میگیره، یا الله این مرا تهمت زده در دنیا، من زن پاکدامنی بودم، ای به ما گفته که ای پاکدامن نیست. چقدر انسانهای بدبختی در دنیا هستن، خوب نماز میخوانن، خوب روزه میگیرن، خوب زکات میدن، خوب حج میرن، ولی میبینی یک زن مسلمان رو تهمت میزنن با همه اعمال صالحی که دارن، بر صحرای محشر اینجا گیر میکنن. خب گفته میشه که قصاص بشه. قصاص چگونه یه؟ اینها زکات دارن، اجر و پاداش زکاتی که در دنیا داده بودن به اینها داده شد. خیالش راحته که روزه اجر و پاداش سر جایش هست. در این اسنا کسی دیگه میایه که دستیر میگیره و اکل مال هادا، این مال مر خورده، سرمایه مر خورده، در دنیا کسی نبود حق مر از این بگیره، ولی امروز روز حق، امروز روز عدالت، امروز روزیه که هر مظلومی جواب از او به جواب از او رسیدگی میشه. بالاخره زکات هایی هم که این اجر و پاداش جمع کرده بوده به این داده میشه. و شخص دیگری میایه و سفک دم هادا، ای ریختانده خونر. شخص دیگری میایه که ای روزی مر زده، روزی بالاخره آبروی مر برده. تمام نماز و روزه و زکات و حج و اعمالی که ای صالحه خالصانه و مخلصانه انجام داده بوده، از اون عبادت هایی که از اون پذیرفته شده، از اون پذیرفته شده نیکی و عنوان اعمال صالح، یعنی اینها اعمالیه که اینها اگر ای اعمال را نمیدشت، اینها سبب روشنایی صحرای محشر برای عظیم شد، سبب نجات، سبب فلاح، سبب اون سایه عرش که ما گفتیم، سبب میشد او اعمال از او که ایرا بکشانه ببره به طرف فوز و فلاح و رستگاری. کلن اینها تمام میشه. شخص دیگری میایه که یا الله ای در دنیا به من ظلم کرده، ستم کرده، چکار کنیم؟ بدیم از عبادت ها از ای بری از ای، از او اعمال صالحی که داره. گفته میشه که یا الله تمام شد اعمال از ای، اعمال از ای تمام شد، اعمال حسنه، همه خوبی ها و زیبایی ها و اجر و پاداش از ای تمام شد، بردن. اینجا بسیار سخته. گفته میشه که از سیئات این شخصی که مظلوم واقع شده گرفته بشه، برای این داده بشه، بکشانه معصیت این را بر دوش خود، از گناهان این شخص گرفته میشه به برای این شخصی که با نماز و روزه و با زکات و با حج وارد صحرای محشر شده بود. اینها که تمام شد خیر، گناه و معصیت دیگران هم بر دوش برمیداره، حق را خورده، امروز باید چیزی هم نداره به اونها بده، به اونها بده، بالاخره باید تحمل بکنه. بعد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم اینجا می فرماین که حالا شناختیم مفلس چی کسیه. مفلس کسیه که با نماز و روزه و زکات به صحرای محشر میایه، اینها را در مقابل تهمت هایی که زده، حقی که خورده و بالاخره خون ناحقی که ریختانده و آبرویی که ریختانده و تهمتی که زده، اینها را بر علاوه که میده گناهان دیگران را برمیداره. این به طور خلاصه و فشرده جریان قصاص در صحرای محشره که از انسان ها که باید همه بینندگان عزیز و گرامی، خواهر و برادر، متوجه باشند.
خیلی از انسان‌هایان در دنیا واقعاً زحمت میکشن، نماز زیبایی میخوانن، روزه زیبایی میگیرن، حج زیبایی میرن، اعمال زیبایی و شایسته و خالصانه و مخلصانه را انجام میدن، ولی تو خواهر و برادر متوجه باش که به کسی تهمت نزنی، غیبت کسر نکنی، متوجه باش برادر حق کسر نخوری، اگر حق خوردی، اگر مال کسر به ناحق خوردی، اگر کسی را آبرویش را ریختاندی و اگر به کسی تهمت زدی و خلاصه موضوعاتی که میدانی که حق الناسه، از این که در صحرای محشر از ثوابت و از صلاتت و از صیامت گرفته بشه به او شخص داده بشه و از گناهان او به تو داده بشه، امروز نفس را زیر پا کن، برو از طرف معذرت بخوا. درست سخت بری به شخص بگی مرا ببخش، درست نفس شاید ایر برداشت نکنه، ولی لحظه فکر بکن که در اینجا وقتی رفتی معذرت خواستی و شخص تو را بخشید، در صحرای محشر راحت زندگی میکنی و نمازتو و روزیتو و حجتو و عباداتتو در صحرای محشر واقعا دستگیرتو یقینا که میشه. اما اگر حسنات داشتی و حق الناس هم در دوش بود، در اینجا متوجه باش که مفلسی دنیا خیلی مهم نیه که در صحرای محشر مفلس نشوید. پس جناب مولانا میتونیم اینو برداشت رو بکنیم که در روز قیامت اون چیزی که نیکی های انسان رو از بین میبره حق مردم و که برگردن انسان باقی میموند، و بفرمایید شما کاش ما روز قیامت قصاصی که گرفته میشد، قصاص مانند همون در حال فعلی بود که انسان در دنیا انجام داده بود، فعلی بدی که انسان انجام میداد که حداقل اون ثمره و اون نیکی هایی که برای خودش جمع کرده براش باقی میمونه. حالا اینکه یک بخشی از حساب و کتاب روز قیامت هست، یعنی بخش حق دیگران که برگردن ماست و اول از همه باید اونها پرداخت بشه. بعد از این مورد اگر به هر حال قصاص تموم شد و انسان از این مرحله جان سالم به در برد و حق دیگری برگردنش نبود، یا خدای نکرده بود و به قیمت از بین رفتن بعضی از نیکی هاش، یا خدای نکرده به قیمت تحمل کردن بعضی از گناهان اون تمام شد، وقتی که به حساب کتاب میرسیم وضعیت حساب کتاب چگونه خواهد بود بعد از قصاص؟ صحرای محشر موضوعات عمده و مهمی که داره بحث حسابه، بحث میزانه، بحث کتابه که واقعاً انسان وقتی که کشانده میشه با پای میزان در دنیا لحظه فکر بکنه موها به بدن انسان تیخ میشه. شما ببینید یک انسان در دنیا اگر ولو که هیچ جرمی هم نداشته باشه، ناسن پلیس یک شهر، یک منطقه، یک مملکت بند دست انسان رو محکم بگیره که بیا تو جواب بده، طبعا یک تکان میخوره، و اگر جرم کرده باشه چقدر وحشت زده خواهد شد. و یک انسان در زندان حبس بندی مجرمه، میگن روز دادگاه فلان روز باید در حضور قاضی بری و جواب بدی، چقدر او پریشان هست، چقدر لحظه سخت هست. صحرای محشر همه صحنه ها هولناک وحشت داره، خصوصا او لحظه و او صحنه ای که انسان به ترازوی اعمال و میزان روبرو بشه. ارتباط به مسئله میزان در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که وقتی انسان ها از قبر برانگیخته میشن، الله سبحانه و تعالی برای انسان ها اجازه نمیده که یک قدم بردارن، یک قدم، مگر که از چند چیز باید جواب بدن در ابتدای حساب. از چند چیز اول پرسان میشه و عن عمره فیما افنا، عمرت کجا فنا کردی، این
30 سال و 50 سال و 60 سال و 80 سال و 100 سال عمرت کجا مصرف کردی؟ برای خیر یا برای شر؟ این رو انسان باید جواب بده، از ساعت و ثانیه باید جواب بده که چقدر مهمه که انسان نمیتونه به پیشگاه الله سبحانه و تعالی یک لحظه هم درنگ بکنه و یک ذره را هم بپوشونه. دوم گفته میشه که وعن شبابه فیما ابلا، جوانی را کجا مصرف کردی؟ جوانی یک نعمته، یک نیرو، قوت، انرژی، ایر کجا مصرف کردی؟ آیا ایر به راه خیر یا به راه شر؟ آیا این جوانی و این نیرو و انرژی که الله داده ایر در خدمت دین الله گذاشتی یا در خدمت برنامه های شیطانی گذاشتی؟ سوم از مال پرسان میشه که دو بخش داره، مال را از کجا آوردی و در کجا مصرف کردی؟ این چهار چیز رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اجازه نمیده الله سبحانه و تعالی که بنده از او یک قدم برداره رو به طرف حشر این چهار چیز مگر جواب بده. و این یک لحظه انسان ایت مجسم کنه پیش خود که همین مسیر رو متهی میکنم، چی خواهر چی برادر، این مسیر طی شدنیه و همه ما باید از عمر خود جواب بدیم، از جوانی خود جواب بدیم، از مال و سرمایه که از کجا به دست آوردیم و به چی راه مصرف کردیم. خیلی مهمه. بعضی از انسان ها میگن، میگیم چرا اسراف کردی؟ خب میگه زحمت کشیدم مال حلال از آبله کف دست. خب یک سوال اینه که از کجا آوردی؟ ای الله از راه حلال، از این راه، از این راه، از این راه حلال. خب سوال دوم اینه کجا مصرف کردی؟ برای خیر یا برای شر؟ این ابتدای حساب و کتاب اینها و میزان شروع میشه. بعد از این که بحث حسابه، الله سبحانه و تعالی میفرمایه و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا فلا تظلم نفس شیئا. گذاشته میشه موازین القسط، ترازوهای عدالت، عدل، عدالت. او روز روزیه که حکم به دست ذات اقدس الهیه، حاکم ذات اقدس الهیه، او روز ذاتیه که خبیره، علیمه، دانایه، از هر آنچه که بگیم واقفه، بصیره. در آن روز اعمال شروع میشه به وزن، شروع میشه حساب. وزن اعمال بین علما اینها بحثیه، ولی نظر صحیح‌تر و جمهور همینه که همین ترازوهایی که انسانها در عقل نام میگنجه، همین ترازو اعمال انسان بر او گذاشته میشه و وزن میشه. اگر حسنات از او سنگینی کرد چی جایگاهی داره؟ قرآن عظیم شان نشانه فاما من ثقلت موازینه، در سوره قارعه الله سبحانه وتعالی میگه از آیه 6 الى آیه 11 فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. او کسی که ترازوی سنگینی میکنه از حسنات، فهو فی عیشته، ای خوشحاله، ای مسروره. و اما من خفت موازینه فاموها. اگر ترازو سبوکی کرد، حسنات کم بود، اینجا دیگه جایگاه از او فاموها ویه. و ما ادراک ماهی نار حامیه، آتش سوزانیه که الله سبحانه و تعالی او آماده کرده. آیه دیگه الله سبحانه و تعالی در سوره مؤمنون آیه 102 و 103 میفرماید فمن ثقلت موازینه فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. اینهایی که ترازوی اعمال از اونا سنگینه، حسنات دارن، اطاعت الله درست و صحیح کردن، نمازنا، روزینا، حجنا، زکاتنا، صدقینا، همه خالصانه و مخلصانه،
فاولئک هم مفلحون، اینها رستگارانن. ترازو که سنگین شد انسان رستگار میشه. و من خفت موازینه، کسی که باز ترازوی سبک شد، فاولئک الذین خسروا انفسهم، ای کسانی هم که اینها زیان مندار، اونایی که زیان کردن، زیان رو با کی کردن؟ به نفسهای خیش. خب کجا هست جایگاه از اینا؟ فی جهنم خالدون، اینا دیگه زمینه رفتن جهنم رو به خود فراهم کردن که در حساب کم آمدن، در میزان کم آمدن، فقط در دنیا متوجه هواها و هوسهای خود بودن. خیلی جانب جناب استاد سلیمانی عزیز، یک سفر کوتاه انسان داره و موتر وقتی که می نشینه، شرایط امروزی که موتر هست، یکی به هواپیما بره، به موتر می نشینه، به ماشین وقتی که سوار میشه، آمپر تیلر نگاه میکنه که همین تیل آیا مر به مقصود میرسانه یا نمیرسانه. چون در این مسیر راه که میگه من میرم، نیاز به سوخت داره و مسیر راه هم بنزین نیه. از جایی که بنزینه فکر خور برمیداره، حالان که اگر در او دشت و بیابان هم بمانه، امید نجات هست، امید نجات هست. ما به بنزین یک موتر خود نگاه میکنیم، هواپیما یا تیاره یا طائره، هرچی که بگیم به الفاظ مختلف، قبل از این که پرواز بکنه نگاه میکنه بنزین به اصطلاح تیل خود را. اما ما انسان ها چی شده که این سفری که با این همه طولانی، این سفر بنزین میخواه، این سفر چارج میخواه. ما به فکر چارج موبایل خود هستیم، به فکر کردیت موبایل خود هستیم، ما به فکر بنزین موتر خود هستیم، ما به فکر خوراک شکم خود هستیم. اما این سفری که الله سبحانه وتعالی همه رار به ما نشان داده که ای انسان، ای قبر، ای حشر، اینها طولانیه، اینها مسیرهاییه که اینها خودت هستی و اعمال الله سبحانه وتعالی در خدمت ما گذاشته. اعمال فرض کنیم به منزله یک وسیله، الله سبحانه و تعالی ای اعمال رو گفته که اگر حسنات، بنزین از حسنات، اگر حسنات اندختی راحت برو، فاولئک هم المفلحون، به قبر راحتی، به حشر راحتی، برو تا به بهشت. اگر ایر بنزین سیئات اندختی، یعنی بنزین اندختی که اکثریت از آب بود، اکثریت از تقلب بود، خب این چیز واضحه که تو در مسیر نگاه میداره. مسیر راه هم مسیر راه چیه؟ همه وحشت، همه تاریکی، همه عذابهای گوناگون. پس در این مسیر و این سفری که اینقدر خطرناکه، نمیدانم از کجا برای بعض انسانها این مژده رسیده که اونها هیچ توجهی به سفر نداشته باشن. سفری که انبیا می لرزیدن، اولیا می لرزن، اتقیا متوجه حال خود هستن. بناهن در اینجا اشاره شده که در پای حساب و در میزان اونهایی که کم بیارن، اونهایی که ترازوین سبک باشه، اونهایی که حسنات از لحاظ حسنات کم بودی کنن، و من خفت موازین فولایک الذین خسیرو انفسهم، اینا به خود زیان کردن، دیگه کسی نیست که برای از او زیان کرده باشن. و فی خسیران بزن فی جهنم خالدون، زمینه رفتن جهنمی که او خالده همیشه فراهم کردن. و روز قیامت هم روزیه که شاید بعضی انسان ها به فکر بفته که این روز آیا بر ما ظلم نشده، ظلم نخواهد شد؟ الله می فرمایه ولا تظلمون فتیلا، ظلم کرده نمیشوید به اندازه فتیل. فتیل همون نخک باریکی که در خطه هسته یا خسته خرما هست، او فتیل میگه، یعنی بسیار یک چیز جزئی. الله سبحانه وتعالی میگه به اندازه از او هم برای شما ظلمی نمیشه، برای شما ستمی نمیشه. چرا ظلم و ستم نمیشه؟ خب حاکم کی نه؟
الله سبحانه و تعالی فالله يحكم بينكم يوم القيامه، الله سبحانه و تعالی حاکمه و بین شما حکم میکنه، احکم الحاکمین عدل العادلین. و الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیه 40 فرمود ان الله لا يظلم مثقال ذره، بندازه ذره هم برای شما ظلم نمیشه. جالب اینجیه که در ادامه آیه الله سبحانه و تعالی میفرماید و ان تک حسنتین یضاعفها، اگر شما حسنه انجام بدیم الله سبحانه و تعالی یضاعفها، ایر چند برابر میکنه. ببینیم سبحان الله، ای رحمت پروردگار عالم. ما ارتباط به رحمت الله سبحانه یک اشاره مختصری که الله سبحانه و تعالی همیشه در نفع بنده خود بوده، هیچ وقت ضرر بنده خود را نمیخواد. انسان شب وقتی که میخواد بخوابه نیت میکنه که من فردا یک کار خیری را انجام میدم، ملائکه فورا مینویسن حسنه، مجرد نیت کار خیر حسنه، هنوز شروع هم نکرده، عمل هم نکرده. فردا صبح میره کار خیر رو شروع میکنه، اگر مسجد بود، مدرسه بود، هر چی که بود شروع که کرد، بنویس دوباره پاداش، حالا دیگه آغاز کار حسنه. اما اگر عکس این قضیه رو ببینیم، رحمت پروردگار، شب یک انسان بدبختی نیت میکنه که فردا من گناه و معصیت میکنم، ملائکه میخوان بنویسن که این نیت بدی کرده، الله سبحانه وتعالی میگه دست نگه دارید، یکو نکرده هنوز، دست نگه دارید، زمانی که گناه کرد بنویسید. خیلی جالبه، بعضی روایات میاره میگه اگر گناه بسیار بزرگ نبود، فردا شد، این شخص یک رن میگه نمیکنم این گناه و معصیت، الله سبحانه وتعالی میگه بنویسید یک حسنه که بنده من از گناه برگشته، نیت گناه کرده گناه نمیکنه، حسنه میگیره. اگر این بالفرض گناه نعوذ بالله انجام داد، بعضی اقوال میاره میگه وقتی که میخواه که این گناه که انجام داد، ملائکه میخوان گناه بنویسن، الله سبحانه وتعالی میگه دست نگه دارید، یک ساعت بعد نماز هست، اگر به نماز رفت توبه کرد نیازی به نوشتن نیست، فردا پس فردا جمعه هست، جمعه میایه، به جمعه نگه دارید. الله سبحانه و تعالی منتظر میگذاره که این شخص آیا گناه کرد، در نماز توبه کرد، در جمعه توبه کرد، در رمضان آمد توبه کرد. خب وقتی که بر نمازم توبه نکرد، نرفت به جمعه، گناه نماز جمعه هم کفاره نشد و توبه نکرد، اینجور گناه در نامی آنید، چند گناه نوشته میشه؟ شخص یک گناه کنه در نامی اعمال از یک گناه نوشته میشه، بیشتر نوشته نمیشه. علی حسنات چندی؟ الله سبحانه وتعالی ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنتا، یک حسنه، و ان تک حسنتا یضاعفها، چند برابر میشه. انسان ها در دنیا حسناتر این بولدزرای کلان، شما چون مثال امروزیه، بولدزرای کلان، جمع کردن حسنات به بولدزره، جمع بکن چقدره از صبح تا به شام، ولی گنار مگر انسان دانه دانه بچینه، به نام اعمال خود دانه دانه بچینه. کسی یک گناه میکنه، در قلبش یک خال سیاهی میفته، یک خال سیاهی. من اینا رو به این واسطه اشاره میکنم که وقتی به پای ترازوی حساب اگر کسی کم آورد، خود را ملامت کنه. یک گناه میکنه، در قلبش یک خال سیاه میفته. دو گناه کنه، دو خال سیاه میفته. سه گناه کنه، سه خال سیاه میفته. تا ای که انسان طغیان و سرکشی از این از حد بگذره، قلب از این سیاه بشه، سالها زده و کنده قلبر سیاه کرده، یک شب می نشینه دست بلند میکنه، ای الله اشتباه کردم، ای الله ندانستم، اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، با یک نگاهی، یک راز و نیازی کل قلبر سفید میکنه.
تلاش چندین ساله با یک شب، با یک شب بناهن الله سبحانه و تعالی انقدر بر روی بندگان خود درهای خیر باز کرده، درهای خلاصه خوبی زیبایی باز کرده، درهای رحمت باز کرده. شما ببینیم پنج وقت نماز به خاطر چیه؟ به خاطر که ترازوی اعمال سنگین بشه. ماه رمضان به خاطر که ترازوی اعمال حسنات سنگین بشه. حج به خاطر که حسنات زیاد بشه. اینا همه به خاطر اینه که اون لحظه ای انسان وقتی که فمن ثقلت موازینه ای بشه فاولئک هم المفلحون، ای جز رستگاران بشه، ای جز انسانهای شایسته بشه، ای انسان به صحرای محشر سرفراز بشه، سربلند بشه و انسانی بشه که در صحرای محشر بگه وقتی که فهم من اوتی کتابه بیمینی فیقول ها ام اقرأ کتابیه اینی ظننت انی ملاق حسابه فهو فی عیشت راضیه، به عیش به عشرت به شادمانی زندگی کنه. خیلی ممنونم جناب مولانا، وقت برنامه به پایان رسید. اگر در چند ثانیه صحبت پایانتون با بینندگان عزیز بفرمایید تا انشاءالله دعای موضوع در برنامه. سخن اخیر برای همه عزیزان، برای همه بینندگان عزیز اینه که خواهر و برادر، ای تو هستی که در صحرای محشر ترازوی اعمال سنگین میکنی یا سبک؟ سنگین کردن و سبک کردن به دست خودت هست. بشتاب به اعمال صالحه تا اینکه خوشبخت دنیا و آخرت بشی. الله سبحانه و تعالی ترازوی حسنات همه ما و شما در روز قیامت سنگین بگردانه و الله ما را از جمله مفلحین داشته باشه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. آمین. همچنین تشکر میکنم از حضور شما بینندگان عزیز تا این لحظه در پیگیری این برنامه و تا برنامه بعدی همین شما عزیزان رو بر الله متعال می سپاریم. الله یارو نگهدارش.